أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برادران عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امروز بسلسله درس های تفسیر سوره متففین در هفته گذشته شروع کردیم در سوره متففین چند آیاتش خواندیم آیات ابتداییش که راجع به فریب بود و فریب بیشتر در بزنس تا آیات 6 خوانده بودیم ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین و یکی از دلایلی که کسایی که در بزنس چیت میکنن عدم اعتماد و باورشان به روز رستاخیز هست از این که یک روز در نزد الله سبحانه و تعالی استاد میشه در روی زمین چقدر انسان ها آمده رفتند از ابتدایی که الله سبحانه و تعالی آدم علیه السلام خلق کرد و در روی زمین روانش کرد بیلیون ها انسان آمده شاه ها آمده پادشاه ها دانشمندا، انسان‌های بسیار قدرتمند و نیرومند و انسان‌های بسیار باهزت و انسان‌های نیک، انسان‌های بد در مجموع انسان‌های بسیار زیادی آمده در روی زمین زندگی کرده و رفته و این آسمان شاهد از این بوده و خانه‌هایی که از بالا اگر ببینی خانه‌های زمینه بسیار خرد خرد معلوم میشه و انسان در روی زمین بسیار وقت کم هست نهایتش 80 سال نهایت 100 سال هر کسی را که شما امروز در روی زمین میبینین افریج اگر آدم فکر بکنه بعد از 100 سال حتی اگر یک کسی که در گهواره هسته بعد از 100 سال نمیباشه مخصوصا آله عمومیاتش هم و شکل و خصوصی آدم گفته نمیتونه عمومی بسیار کم اتفاق میفته که یک نفر 100 سال عمر بکنه و این معنا که در زیر زمین انسان ها بسیار زیاد هستند نسبت به سر زمین و این کسایی هستند که در زیر زمین هستند در دنیای برزخی هستند اینا همه ایش در روز آخرت در نزد الله سبحانه و تعالی استاد میشن یوم یقوم الناس لرب العالمین ناس تمام مردم اینا بالاخره در روز آخرت در نزد الله سبحانه و تعالی استاد میشن و لامی که رب العالمین خود کلمه لام علما میگن که چند معنا میده یکی که در نزد الله سبحانه و تعالی استاد میشن یک معناش و معنای دیگه از یک انتظار خودم این لام لرب العالمین انتظار میفهم که در روز آخرت انسان ها بسیار زیاد انتظار میکشن تا یک حساب و کتاب شروع شود و انسان خصلتا یک طبیعت داره که اگر در انتظار زیاد بگذاریش آماده میشه که حتی چیزایی را که برش خوشایند نیست را قبول بکنه مثلا یک نفر شما میخواین که عملیات شود در انتظارخانه منتظر میشینه یک ساعت دو ساعت سه ساعت و پیش از این میترسه زیاد که والا این عملیات ممکن مرا از بین ببره نتیجه بده نتا وقتی که انتظار زیاد میکشه خلقش و اصطلاح عامیانه خلقش تنگ میشه میگه هر چیزی که هست باد آباد در روز آخرت هم چون زیاد اینا انتظار میکشن در مجموع انسان ها آماده میشن که هر چیزی که هست حساب شروع شود که پیامبر اسلام که شفاعت میکنه که فقط حساب کتاب شروع شود انسان ها در مجموع همه ایشان در نزد الله سبحانه و تعالی استاد میشن تا ایجا خوانده بودیم در هفته گذشته و قبل از او مسئله چرا دفعتاً الله سبحانه و تعالی این موضوع را یاد میکنه لیوم عظیم روز بزرگ در سوره نبأ اگر یادتان باشه در سوره نبأ الله سبحانه و تعالی آغاز میکنه که را خواندیم در هفته گذشته در ماهای گذشته اما یتساءلون اینا از یکی دیگه خود راجع به روز بزرگ پرسان میکنن عن النبأ العظیم یک خبر بزرگ و در آخر سوره نبأ در روز کسایی که کافر میشده باشن و با کفر از دنیا میرن اینا میگن ای کاش که ما خاک میبودیم در اول سوره پرسان میکنن که روز بزرگ چه وقت است این روزی را که پیامبر اسلام میگه عذاب میآید و ای شما عذاب میشین و استخوانهایتان پس دوباره جور میشه و در برابر الله سبحانه و تعالی استاد میشین میگه بیاری عذاب کجا هست اما در روز آخرت اینا میگن و کنت ترابا و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا میگه ای کاش کسایی که کافر میرن و از دنیا با شرک و با کفر در روز آخرت میگن ای کاش که ما خاک میبودیم یا عذاب نمیدیدیم
در اینجا هم الله سبحانه و تعالی لیوم عظیم، یک روز بسیار بزرگ، از هر لحاظ بزرگ، از لحاظ وحشت، از لحاظ ترس، از لحاظ از اینکه انسان‌های بسیار با عزت و با آبرو در اون روز ذلیل میشه، انسان‌های با عزت میشه، انسان‌های به طرف جنت میره، انسان‌های به طرف دوزخ میره، و انسان‌های از سابقون سابقون هستند، انسان‌های دست راست هستند، انسان‌هایی هستند که اینا در پایین‌ترین از جهنم جایگاه از اینا هست، روزی هست که روز عظیم هست، روز بزرگ هست. و بعد وقتی که الله سبحانه و تعالی این موضوع را بیان میکنه در آیه 7، نه و تحقیق کتاب کسایی که فاجر شده در سجین هستند. این سجین علما میگن خود سجین چی است؟ کلا، خود در اول الله سبحانه و تعالی رد میکنم و فکر از اونا را که شما اون چیزی را که فکر میکنین و فکرتان غلط هست، گمانتان غلط هست، و کسایی که فاجر هستن. کلمه فاجر از فجر میایه، فجر که صبح میگن، صبح هست یا فجر هست، اکثر کسا میگن نماز فجر. وقتی که آفتاب طلوع میکنه تاریکی را پاره میکنه، فجر چیزی را که انفجار و از مو کلمه تقریبا نمو مانا را میده، پاره میکنه، یک چیز یک چیز نو میایه. انسان فاجر که در برابر انسان فاجر، انسان نیک، اصطلاح عربیش ابرار. کلمه فجار و کلمه ابرار در مقابل یک دیگه استاد میشه. کسی که فاجر هسته، فاجر کسی هسته که امو حدود را که الله سبحانه و تعالی برش تعیین کرده، او حدود مد نظر نمیگیره، حدود پاره میکنه. مثل که آفتاب تاریکی را پاره میکنه، میای و روز تاریکی را از بین میبره، روشنایی میشه. انسان فاجر و انسان یکی فاجر هست، فجور جمعش هسته. کسی که فاجر هسته، حدود الله سبحانه و تعالی را، امو خطی را که الله سبحانه و تعالی در شریعت حدود الله را که تعیین کرده، او را پاره میکنه، به طرف گناه ها و معصیت و اینا حرکت میکنه. اینا کسایی هستند که الله سبحانه و تعالی میگه کتاب از اینا در سجین هست. سجین و این خود سجین چی هست؟ میگه در سجین هست، نه کتاب اعمال نامه. یکی از تفاسیری هست که میگن خود کتاب برش راجع شده سجین، اما لفی سجین در سجین هست نشان میده که سجین خودش یک جای هست. مثل که ما به طور مثال بگم این گلاس در داخل یک باکس هست، یا این کتاب در داخل یک جای هست، در کتابخانه هست یا در الماری هست. میگه کتاب کسایی که فاجر هستن در سجین هستن. و در هر جایی که الله سبحانه و تعالی مسئله چیزایی را که بر عربا عام نبود بیان میکنه، با زور بدن معرفی میکنه. و این را چرا الله سبحانه و تعالی می کتاب از اینا در سجین هسته؟ چون اینا کسایی بودن که رد میکردن حقیقتا و روز رستاخیز رد میکردن. یک چیزی که پیش ما باشه، هر چیز دنیا با آخرت فرق میکنه. کلماتی در قرآن عظیم شان هست که اگر ما برش احادیث نداریم و خود قرآن عظیم شان در او سکوت کرده و زیاد شرحش نکرده، زیاد تفصیل برش نداده، آن چیزی که از باید قبول بکنیم. چرا فرق میکنه هر چیزی که در دنیا هست با آخرت؟ ما در دنیا آتش داریم، در آخرت هم آتش داریم. آتش دنیا میسوزانه انسانه، میمیره انسان وقتی که در آتش بیفته. آتش آخرت میسوزانه اما نمیکشه. آب ما در دنیا داریم، آبی را که در دنیا میخوری باید بول بکنی، آبی را که در جنت انسان نوش جان میکنه بول نیست. ما در دنیا وقتی که مثلا مرگ هست، در آخرت مرگ نیست. هان چیزی که در آخرت هست و مربوط آخرت هست، مربوط دنیای برزخ هست، با نام با دنیای ما مشابه هست، با نام هایی که ما میشناسیم، اما کیفیت و چگونگیش فرق میکنه. مسئله خود کلمه سجین، وقتی قرآن سکوت میکنه، پیامبر سکوت میکنه، ما نمیتونیم این را از دل خود تعبیر بکنیم و بگوییم که اینی چیز ما نمیتونه. در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شده که یک جایی از پایین ترین جای هسته، از دوزخ. و خود سجین الله سبحانه و تعالی بعد در چیز معرفی میکنه. اگر یادتان باشه خود کلمه کتاب در اینجا که آمده در این آیه، در آیات بعد قبلی در اونجا مسئله کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون که از فرشته ها زیاد یاد شده بود، در اونجا چندین بار از فرشته ها یاد شد. در این آیه
دفتن مسئله کتاب مطرح میشه. در آیات قبلی در اوج فرشته‌هایی هستند که ثبت میکنن اعمال نامه انسانه و ان علیکم لحافظین، بالای شما اینا حافظین هستند، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم. اینا کرام الکاتبین هستند، نوبل هستند، کرامت دارن. و در اینجا مسئله چیتینگ مطرح هست، مقایسه را ببینیم چقدر زیبا هسته. الله سبحانه و تعالی فرشته ها را بیان میکنه در سوره قبلی که اینا بسیار با عزت هستن، با کرامت هستن، چیت نمیکنن، دروغ نمیگن، فریب نمیکنن. اعمالنامه شما را هانچی که هست نوشته میکنن و این ثبت میشه در روز اعمالنامه نوشته میشه و در اینجا ثبت میشه به عنوان یک کتاب جور میشه. این اعمالنامه انسان وقتی کرام الکاتبین بیان میکنه یعلمون ما تفعلون، این اعمالنامه ثبت شده میره، ثبت شده میره، ثبت شده میره به عنوان یک کتاب و این کتاب در سجین میگذارن. یکی از احادیثی هست که کسایی که مثلا وقت مرگشان فرا میرسه دورموز زمان مرگ اینا فرشته را میبینن. وقتی پدر ما وفات کرد خداوند مغفرتش بکنه، طرف چت سعی میکرد، من فکر کردم یکی از برادرای من نبود، من فکر کردم که میخواد کورا ببینه، بسارم تو چشمش طرف چت سعی کرد. و بعدن ما که وقتی که حدیث پر مست سلام خواندم با این عقیده پیدا کردم، چون با چشم سر با عین الیقین دیدم که وقتی که می دید طرف نمیخواست که برادر ما ببینه کس یا نیست، در حقیقت فرشته مرگ دیده بود و چشمش رو دنبال میکرد. پس میگه وقتی که مرگ شما فرا میرسد چشمتان فرشته مرگ میبینه. و وقتی است که کار تمام هست دیگه گفته نمیتونی که ما فرشته مرگ دیدیم، میفهمی که حالا کار ما تمام هست و این فرشته مرگ برات میگه، روح میگه برای. روح وقتی که میگه برای، روح میترسه، خدا میزنه در وجود. همین که میگن سکرات موت، بسیاری کسا را شما دیده باشین، بزرگوار حتما دیدین پیغام که از وفات که میکنه دست پاش کش میشه و این وقتی که نمیبره را کش میکنه، همه روح کش میکنه از وجودش و ایره میگره در یک چیز میپیچونه. میگه نشان مرد مؤمن با تو گویم، اگر مرگش رسد خندان بمیرد. بسیاری کسایی که روحش بسیار صالح و نیک است وقتی فرشته میگه برای میبرایه عاجل و سر نفر زیاد فشار نمیاد، یکی از نشانه هایش به ایمان نیست که هر کسی که جان کنی زیاد کرد روحش خراب است، اما یکی از نشانه های مرگ نیکو صالح است که انسان زود روحش از وجودش میبره، زیاد جان کنی و اینا نمیکنه. الله اعلم، علما ثبت کردن بعضی چیزا را. وقتی میگه برای روح میگره، میبره به طرف آسمان و یک چیزی میپیچونه که او چیزی که میپیچونه او هم از عالم بالا هست، از عالم ابر هست، با دنیای ما فرق میکنه. و این وقتی که بالا میره برش فرشته ها میگن که کی است، میگه این فلان ولد فلان هست، بچه فلانی، بچه فلانی، نام پدرش، نام باباش میگیره. و اگر انسان نیک باشه روح از این خوشبویی داده میره، وقتی که به طرف بالا میبرش خوشبویی داده میره و فرشته ها میفهمند بر عزیز سلامتی فرستاده میرن و آسمان برش باز میشه، دروازه های آسمان. کتاب امی اعمال نامه ازی که در امو کتابش کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، در امو کتابش که در جای دیگه هست در آیت بعدی که اگر نیک باشه در این کلا ان کتاب الابرار لفی الیین، در الیین نشته میشه. اگر فجار باشه باز از اونجا پرتابش میکنه، پایان مندازیشه و ای در والله سبحانه و تعالی به تعقیب از این آیه در آیت هشتم و ما ادراک ما سجین، میگه شما چی میفهمید که سجین چی است؟ خود الله سبحانه و تعالی سوال مطرح میسازه. در هفته های گذشته اگر یادتان باشه گفتیم هر باری که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میگه و ما ادراک، سوال جواب میگه. هرگاه و ما یودریک باشه باز جوابش نمیگه، میگذاریش هم تو در اینجا و ما ادراک ما سجین به مجرد که مو استایلی که در قرآن هست، ترتیبی که الله سبحانه و تعالی در قرآن استفاده کرده، کسایی که دقت کرده در قرآن اینا میفهمن وقتی گفت و ما ادراک، متوجه میباشن که در جوابش الله سبحانه و تعالی میده کتاب مرقوم. یک کتابی هست امی اعمال نامه. امی کتاب چه گونه کتاب هست؟ مثلا شما دیده باشین بعضی در لباس ها یا مخصوصا کلاه ها نوشته را که میکنن، همون نوشته را بسیار یک درشت نوشته میکنن که اگر بشوی شام از بین نمیره، یکی نوشته چاپی است، یکی نوشته که دوخته میشه. مرقوم نوشته را میگه که ای ام بر همیش هست و بسیار درشت روشن هست، یعنی خط درشت، نوشته درشت. اعمالنامه ما اینقدر درشت واضح و آفتابی هست که به مجرده که ببینی میفهمی که اینی عمل ما انجام دادیم. کتاب مرقوم یا کتابی که نوشته هایش تو نیست که زیاد دقت بکنی که چی هست،
برجسته هست، اما تو درشت درشت هسته. دانمو کتابی که در سجین هسته، کتاب فجار هسته، نوشته هاش بسیار برجسته هسته و ای ثبت شده و ای رمو کرام الکاتبین ثبت کردین که دروغ نمیگن، چیزی اضافه نمیکنن، چیزی را کم نمیکنن و ای را ببینین با کسایی که در بزنس خود کارهایی را که یعنی شما میکنین در بزنس، دروغایی را که میگین، فریبایی را که میتین، مردم و کلاهبرداری هایی را که میکنین، اینا همه ایش با خط درشت در کتاب نوشته هست و او کتاب هم در سجین گذاشته شده. ولی ما باز بعدن سجین تفسیر میکنن که سجین زندان مانا میده. زندان. زندان به این مانا که اینمی کتاب در یک جای هست، در یک جای ثبت هست که و مراتب خود کلمه سجین یا که در اوج هست خطرناک بودنش، جدی بودنش نشان میده. یعنی کتاب شما فجار و کسایی که گناهگار هستین با کفر و با شرک و با فجور اینا از دنیا رفتین، اعمال نامه شما درشت هست و ایره کرام الکاتبین ثبتش کردین و در یک جای گذاشته شده به نام سجین و در اوج هیچ کس دسترسی نداره که تغییر بده یا او را کم کنه یا او را زیاد بکنه. و این در حقیقت یک ترس هست، باید یک وحشت ایجاد شود در قلب کسی که گناهگار هست، فاجر هست و برش یک بیم پیدا شود که کارهایی را که من می کردم، فریبهایی را که من می دادم، ای از نزد الله سبحانه و تعالی دور نبوده و اینا را همیشه دیده بود الله سبحانه و تعالی و اینا را آل کلش ثبت کرده و خط درشت اینا ثبت شده. ویلوی یوم اذل للمکذبین. باز الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه بیان میکنه که کتابشان در اینجا ثبت میشه، باز یک بار دیگه بیان میکنه که وای بر کسایی که دروغ میگن و تکذیب میکنن، مخصوصا در بزنس. دروغ که زیاد گفته میشه در بزنس گفته میشه که دروغ میگه، مالی را که میفروشه آن چیزی که هست قسم میخوره، دروغ میگه. یک تعبیر و تعبیر دیگه کل اما میکنن که ویل یوم اذل للمکذبین، کسایی که روز جزا را تکذیب میکنن، روز رستاخیز تکذیب میکنن. چون پیام ایرک پیامبر صلی الله علیه و آله آورد که شما راست باشین، صادق باشین، الله سبحانه و تعالی شما را میبینه، اعمال شما را میبینه و بعد از اینکه مردین شما را زنده میکنه. این دنیایی که شما دارین دنیای همیشگی نیست، شما را این دنیا فریب نده. و جنت ایرک الله سبحانه و تعالی بیان میکنه، میگه به طرف جنت بدوین شما مسابقه. کلمه سابق را در هیچ جای الله سبحانه و تعالی استفاده نمیکنه، بر مغفرت و بر جنت استفاده میکنه. حالا ببین که کس مسابقه نمیکنه با یکی دیگه. در کار دنیا مسابقه خوب شدید هست، در خانه خریدن مسابقه بسیار شدید هست، در موتر خریدن مسابقه بسیار شدید هست، در همچشمی ها مسابقه بسیار شدید هست. قدر مسابقه شدید هست که تا بسیاری وقتا سبب جدایی زوجین میشه و اینا در دنیا مسابقه کرده میرن. اما در نماز وقتی که صف بسته میشه، میبینی که نفر میگه پیشو پیشو، تو مستحق هستی، تو باید پیشوی. در بین اصحاب هیچ کس شاید نیست که صف اول بیکار بوده باشه، اما یکی از صحابی کس دیگر را پیش کرده باشه. چون اینا درک کرده بودن که در کار دین باید مسابقه بکنی، هیچ کس دیگر از خود کرده تو در مسابقه دین باید پیش نکنی، خودت باید پیش بری. وقتی که خط بیکار هست از صف اول که ثوابش بیشتر هست، تو باید تو را بگیری. اما این آدم خودش هم گناهگار هست بیچاره و در فرایض سستی کرده، در نوافل سستی کرده. وقتی که یک چانس برش برابر شده، میگه پیش و پیش و پیش، یک کس دیگر را پیش میکنه. اگر درک درست کرده باشه از دین، هیچ وقتی کار نمیکنه. و خاطر ازی کلاس پانو و تعالی میگه سابقو شما مسابقه بکنین. و این آیات قرآن عظیم شان بسیار زیبا هست که آدم دقت بکنه و الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق ازی را بده که آن چیزی را که میگیم کسی که میگه خودش عمل بکنه و بعد بر برادرایی که میشنون خداوند توفیق ازی را بده که عمل بکنن. ان شاء الله آیات بعدیشه در هفته آینده خدمت برادرها و عزیزات تقدیم خواهیم کرد. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.